با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای برنامه ویژه از گروه تفسیر خبر شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. این بار نیز از لس آنجلس با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو، چون همیشه خبرها رویدادهای سیاسی نیست. امشب در این برنامه دور از خبرها و رویدادهای سیاسی روز، خبر و موضوع برنامه درباره کشف و پیشنهادی تازه است در عرصه هنر و فرهنگ ایران زمین، در عرصه موسیقی به ویژه، در ارتباط با گروه همسفران از نسل جوان و جدید ایران زمین که در جستجوی خود از شعر مولوی و شعر کهن ایران تا شعر مدرن ایران، مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو نمایندگی می کنند نسل جوان را در عرصه موسیقی، چون گروه ها و افراد دیگری که کارشان با معیارهای والای هنرکاری ارزنده و قابل توجه. در شبی در لس آنجلس کار گروه همسفران، کار جذاب گروه همسفران آنچنان دلنشین بود که برنامه انگیزه ای شد برای این برنامه ویژه در سفر تازه من به لس آنجلس. با من و شما هستند در ساعت پیش رو خانم لیلا محمدی عزیز و آقای بهنام ضیایی افشار. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب به نمایندگی از شما به خانم لیلا محمدی و آقای بهنام ضیایی افشار خوش آمدید. خوش آمدید شما آقای چلنگی. من یک مقدمه خیلی کوتاه بگم خدمت شما. این که برای من بسیار جذاب بود، پرکشش بود وقتی که برای اولین بار موسیقی گروه همسفران رو با همصدایی و تک صدایی خانم لیلا محمدی و همسرشون آقای بهنام ضیایی افشار در لس آنجلس این بخت رو داشتم که بشنوم. برای من نکات بسیار برانگیزاننده ای داشت، نکاتی که پرسش های بسیاری رو مطرح می کرد. جذابیت کار این گروه و کار خانم محمدی و آقای بهنام ضیایی افشار انگیزه ای شد که در این برنامه ویژه با این دو هنرمند ارزنده با معیارها و ارزشهایی که من میشناسم به گفتگو بشیم و خوشحالیم که با من و شما هستن. از همینجا شروع کنیم. بهنام که ریاضی خونده، شما من آقای چلنگی، منم دیپلم ریاضی دارم و در ایران کاربرد ریاضی در کامپیوتر خوندم و الان در حال حاضر در حقیقت دانشجوی رشته بیزنس هستم که فوق لیسانس بیزنس بگیرم. یک کمی دور از ماجرای هنری و کارهای حرفه ایم هست. در ایران کار تئاتر کردم، با خانم صابری کار کردم، پری صابری، گروه آینه، و در حقیقت اونجا کار بازیگری و خوانندگی، بیشتر میشه گفت کار خوانندگی رو شروع کردم. از همینجا درود میفرستم به استادایی که داشتم، آقای پازوکی و آقای جواد لشکری، اولین کسی که حضورشون رفتم و منو به شاگردی قبول کردن. و شاید بتونم به جرأت بگم که وجود چنین استادای برجسته‌ای در من جرقه‌ای رو زد که راهی رو برم که در حقیقت بتونم فرهنگ درست ایرانی رو برای کسانی که هم نسل خودم هستن و یا بعدها نسل‌های آینده‌ای که میان، ما بتونیم یک رد پای کوچکی
از دوران خودمون و تجربه خودمون رو براشون به جا بگذاریم. خب من قبل از اینکه از بهنام سوالمو مطرح کنم یا پرسشمو در میون بگذاریم، این نکته رو هم اضافه کنم که خانم لیلا محمدی در عرصه روزنامه‌نگاری هم فعالیتایی داشتیم. بله بله. چرا نگفتم این روزنامه‌نگاری؟ برای اینکه در حضور استادی مثل شما سخت کردم در مورد روزنامه‌نگاری صحبت بکنه. من یک فعالیتی با بی بی سی کلیک داشتم، برنامه کلیک بی بی سی یوکی که برای بی بی سی پرژن برنامه ها رو میفرستدن، ولی در حقیقت کار حرفه میدیا رو من از تلویزیون چنل 4 انگلستان، از کانال 4 انگلیس تلویزیون دولتیشون آغاز کردم با مستند ایران ممنوع و یا فوربیدن ایران یا ایران اندرکاور که در خیلی از شبکه ها پخش شد، HBO 60 مینیت و همه جا سرسر دنیا پخش شد، که یک واقعی بود که من با هیدن کامرا با دوربین مخفی به ایران رفتم و از وقایعی که بعد از اون نه 18 تیر اصلی که اتفاق افتاده بود، بلکه از سالگرد وقوع 18 تیر و ورود من با ایران با مرگ خانم زهرا کاظمی دقیقا همزمان شد. یعنی روزی که من وارد ایران شدم روزی بود که خانم زهرا کاظمی رو به قتل رسونده بودن و این کار رو برای من صد چندان دشوار کرد. و در حقیقت با این کار آغاز کردم و وقتی که به شهر لس آنجلس آمدم، سارها کار خبر و به گونه‌ای میشه گفت تحلیل خبر رو در رادیو 670 AM و تلویزیون اندیشه داشتم. بسیار. اما بهنام عزیز در رشته ریاضی داره تخصص هستن و سمت استادی دانشگاه، دانشگاه‌های مختلف در لس آنجلس. از خود بهنام عزیز میشه. متشکرم. من به زیبایی لیلا جون نمیتونم هیچ وقت فارسی رو صحبت کنم، منو ببخشید چون بیشتر سالا بیرون بود. بله، من چون نزدیک حدود واقعا داره 30 سال میشه که 27-8 سالی هست که از ایران بیرونم. البته سعی کردم هیچ وقت این رابطه ما با ایران و فرهنگ ایران از دست ندم، ولی چون به زبانهای مختلف ناچار شدم که درس بخونم و کار بکنم، اینه که این مقدار فارسیم رو باید ببخشید اگر که خطایی در گفتار وجود داشته باشه و یا من یه کمی من و من بکنم. بسیار داری، یعنی تا به حال که ندیدیم در اون شب جلیل هم نشدیم. لطف دارین شما. من تمام عمرم ریاضی کار کردم، یعنی از دبیرستان رشته ریاضی رو انتخاب کردم و رفتم رشته ریاضی تمام کردم، لیسانس و فوق لیسانس هم رشته ریاضیه و رشته های مربوط به ریاضی در لیسانس و فوق لیسانس در ایران. نه خیر، در ترکیه بودم من، بعد اومدم آمریکا، اینجا یه سری مطالعه کردم، کار اقتصاد انجام دادم، فوق لیسانس در همین بیزنس و در حقیقت فایننس روش کار کردم و در الکترونیک. الانم در دپارتمنت الکترونیک در دورای مشغول هستم، اونجا درس ریاضی و الکترونیک میدم و در لس آنجلس پیرس کالج هم ریاضی درس میدم برای کامیونیتی کالج اونجا، البته که در حقیقت نمیدونم معادل فارسیش چی میشه در ایران، ارتباطات کامیونیتی کالج، کامیونیتی کالج بنویسه کالج یا دانشکده دولتیه دیگه در حقیقت. بله، نکتهش اونه که ما داشتیم در ایران گرمچی دانشکده ای رو قبل از اون. بله، مؤسسه کیهان داشت. بله بله. خب با این سابقه از اینجا شروع کنیم لیلا جان، که با این سابقه و با این مسیری که داشتین میرفتین احتمالا قرار بود به جای دیگه برسه، شاید فاین امور مالی، اقتصاد، ریاضیدان هست همسرتون. قبل از اینکه بپرسیم که چه شد آشنا شدین، اما این سوال هست که چه شد که به طرف موسیقی آمدی؟ من این به طرف اونم شعر کهن، شعر نو، همه اینها. برای من جستجویی که من از موسیقی داشتم، کشفی که کسی که واقعا صدای منو برای بار اول کشف کرد که اگر صدایی واقعا برای خوندن وجود داره، خواهرم بود که از من 3 سال بزرگتر، شما آقای چالنگی باش آشنایی دارین، شاعر نویسنده است و اون علاقه‌ای که به کتاب خوندن و به شعر داشت و این شعرهای خوبی که مینوشت باعث شد که منم علاقمند شدم و من هم در خودم این استعداد رو کشف کردم که من هم خیلی به ادبیات علاقه مندم و میتونم بنویسم و میتونم خوب شعر بخونم.
به هر حال اون کسی بود که استعداد منو کشف کرد و خب به هر حال میدونی همیشه توی مدارس وقتی استعدادتون خوب باشه و معرفی بکنن شما رو، من همیشه تک خوان بودم، یعنی گروه های سرودی که در مدرسه شما بعد از انقلاب دنیا اومدم گروه سرودی تشکیل میشد و من همیشه تک خوان بودم و به هر حال علاقمند. و وقتی که مادرم این علاقه رو در من دید، چون که همیشه خیلی درسم خوب بوده، شاگرد اول بودم و میدونید به خصوص فضای بعد از انقلاب، اون اوایل به خصوص انقلاب که دیگه دوران جنگ و دوران سرکوب واقعی که ما تجربه کردیم، حتی اگر خاطرتون باشه و به گوشتون رسیده باشه، ساز اگر دستتون در خیابون میدیدن سازتون رو میشکوندن و خب همیشه با این ترس و هراس بود و خانواده ها تشویقت نمیکردن خیلی که به دنبال موسیقی بری به خاطر خطر. بله، وقتی که مادرم خیلی علاقه من رو دید، استاد مختار محمدی که از نوازندگان زندگیات خانم مرضیه بودن به من سنتور رو در تعلیم میدادن که متاسفانه نیمه کار موند. و یادمه وقتی که به خواهرم گفتم من دنبال یک استاد آواز میگردم، گفت من برات پیدا میکنم. وقتی پیش آقای جواد لشکری رفتم به من گفت چه چیزی رو میخوای دختر بخونی؟ اول خیلی با من حالت چیز داشت که یه دختر بچه پوچولو اومده حالا چی میخواد اصلا برای من بخونه. من گفتم تصنیف سرگشته شعر از هوشنگ ابتهاج که با صدای مرحوم قوامی اجرا شده. گفت تو همچین کاری رو میخوای بخونی؟ گفتم بله. و ویولنش رو برداشت، هنوز اون تصویر خونه، سایه های درخت ها، اون نور، اون هارمونی و خود استاد هرگز فراموش نمی کنم. وقتی که من شروع کردم به خوندن به من گفت ادامه بده و شاید باور کنی که 45 دقیقه من برای ایشون فقط میخوندم. اون یک آغازی بود برای اینکه من به خودم باور کنم که با وجود شرایطی که تو ایران وجود داره و با وجود اینکه زن نمیتونه آواز بخونه، ولی من حداقل میتونم برای خودم بخونم. خیلی درس از ایشون یاد گرفتم و بعدها پیش آقای پازوکی رفتم. بیشتر از هر چیزی، بیشتر از درس موسیقی، واقعا به من انسانیت را آموختن و اینکه وارد عرصه هنر شدن خیلی کار سختیه، به شرط اینکه انسان یاد بگیره که هدفش چیه و انسان بودن و درست کار بودن مهمتر از کار هنری انجام دادن. این مرحله رو حتما میرسیم. اونطور من دنبال این هستم ببینیم در ایران، درسته سالها من دور بودم، اما اون چیزی که آدم میبینه در این عرصه جستجوی هست در نسل جوان. نسل جوان ایرانی شاید خیلی ها تعبیر کردن به اینکه دنبال یک هویت هست. نسل جوان ایرانی هویتی که این حکومت یا این رژیم یا این نظام هرچه که هست ولایت فقیه موانعی داره که هویتی دست پش پیدا نکنه، یعنی یک هویت یا هر حکومت ایدئولوژیکی میخواد فقط همه یه هویت و یک منش و یک شخصیت داشته باشه. خب این اصلا به طور طبیعی انسان گریزانه دیگه، شما بهتر از من میدونید. بنابراین این جستجوی در ادبیات فارسی و جستجوی حتی در ادبیات مدرن پیش از انقلاب انگیزه هاش خیلی معتقدن از اینجا میاد، از این همینجا. این انگیزه شخصی شما چی بوده؟ یعنی مثلا بخواست موسیقی بخونین سخته، نمیذارن، ساز میشکنن، زن هستید، همه اینا، خب این چه کاری؟ چه چیزی، چه انسان بودن یا انسان شدن، همه اینا راه های دیگه هم دارن. ما بسیار هنرمندای درجه یک داریم که با معیارهای خیلی هم خوب بهم. انسانی شاید بگیم انسان های متعالی و فلان نیستن. درسته. چی بود این انگیزه شخصی که وقتی میخوندید، وقتی میرفتین مشقات رو تحمل میکردین؟ آقای چونگی، برای خود من این جستجویی که شما میگین به دنبال همین واقعا هویت رفتنه، هویتی که برها میدونید توی اون جامعه سرکوب میشه، به خصوص نیه که شما زن باشه، یعنی با همه اینها، همه اون مسئله که شما گفتین دست به دست هم میده و زن بودن هم یک ماجرای دیگریست که بیشتر این هویت رو از شما میگیرن. انگیزه خود من اصلا شاید برای آمدن بیرون از ایران همین بوده، همین به دنبال هویت رفتن، همین که نمیشه در اون جامعه فریاد زد. و موسیقی برای من که کار در حقیقت روزنامه نگاری باهاش تنیده شده، همین فریاده. چون من تصور میکنم که بسیاری از خواننده ها هستن که صدای خیلی خوب دارن، بسیار در خواندن، فن خواندن دارن که اصلا شاید در من وجود نداشته باشه، ولی اون چه که برای من مهمه دنبال شعر شاملو رفتنه. و من اصلا به دیوانه‌وار در شعرهای شاملو خیلی جستجوگری میکردم و
به هر حال همه کسانی که هم در زمره شاملو بودن. و خب بعد وقتی که با بهنام آشنا شدیم، چون او هم کار موسیقی میکرد، من هم کار موسیقی میکردم و افکارمون به این لحاظ به هم نزدیکی داشت، باعث شد که در حقیقت این کار هنریمونو در راهش با هم دیگه همسفر بشیم و شاید این هم انگیزه بود که برای اینکه اسم گروه رو همسفران بگذاریم. من مطمئنم که مایل هستی که بیشترین وقت رو لیلا داشته باشی. چطور؟ دست کمی حقوق زنان رعایت بشه، یعنی در ایران که نیستیم. همین پرسشو دارم بهنام، ریاضی خوندی، اقتصاد خوندی، ترکیه درس خوندی، اومدی آمریکا، صبح روزانه میرین دانشگاه ریاضی درس میدین، جوان ایرانی که میتونه خب زندگی دیگه ای داشته باشه، بخشی از وقت تو، عمر تو گذاشتی برای موسیقی ایرانی، جستجو در شعر و کاری هم که ارائه میدین، خب من متخصص موسیقی نیستم، اون تا به عنوان یک منتقد فرهنگی که شغل ما بود یک زمانی و هنوزم هست، خب جذاب هست هر دوتون و گروه بقیه بچه هایی که کار موزیک میکردن همراه شما. ونداد مساخ ساده آقای همایون خسروی که آقای همایون خسروی نازنین که دوست داریم. چرا کار دیگه نکردی؟ این چی در درونت بود؟ والا من همه این موانعی که لیلا جون گفتن سر راه ما هم بود، به خصوص که من خانواده من دلشون نمیخواست اصلا برم دنبال کار موسیقی و هنوز هم دلشون نمیخواد، ولی این به نظر من اجتناب ناپذیر بود. این اتفاقات، همه این اتفاقات باید میافتاد. وقتی من برمیگردم بهش نگاه میکنم، من باید دنبال ریاضی میرفتم و من باید عاشق ادبیات میشدم و من باید عاشق موسیقی میشدم و هیچ راه دیگه ای نبود. منتها زمانش که کین اتفاق میفته بستگی به شرایط داره مسلما. مثلا من ادبیاتو هیچ علاقه نداشتم تا وقتی رسیدم به یه دبیری داشتیم به نام آقای میری، خوبه که امیدوارم هر جا هست خوب باشه، خیلی ساله خوب خبر ندارم ازش، ولی این مرد چنان عشق در ادبیات و فرهنگ ایران رو در ما زنده کرد که دیگه موند. فقط هم من نبودم، یعنی تمام بچه‌هایی که ما رشته ریاضی بودیم به خصوص هممون عاشق میری و زنگ کلاس ادبیات بشیم و بشینیم و میری شعر بخونیم، یا فقط در کل ادبیات. و بازم اینجا جا داره که از دبیران ادبیات، از آقای انوری به خصوص تشکر بکنیم برای اون کتابای خوبی که اون زمان نوشته بودن، داستانای خوبی که در ادبیات بود و ما رو به فرهنگ علاقمند کرد، بسیار تأثیر مثبتی داشتن. و ریاضی و هنر هر دو به نظر من یکیه، زیاد از بودن هم در قبل دور داشتیم نیست. مثلا امثال خیام داشتیم، امثال کسان دیگه داشتیم که در فارابی رو داشتیم، خود فارابی بشتیم. اصلا ریاضی بله دیگه، یعنی موسیقی جزء علوم ریاضی به حساب میاد. البته من معتقدم که نه ریاضی موسیقی و نه موسیقی ریاضی، ولی هر دو میتونن هر دو باشن. ولی موسیقی شما اصلا دو تا چهار تا نیست. نه اتفاقا دو تا پنج تاست موسیقی ما، حتما باید به هم بزنیم همین موازنه ها رو. و اون ما اون کاری که کردیم که فرمودید موسیقی، خب این در حقیقت تلاش ما برای رسیدن به اون متعالی انسانی در حقیقت، یعنی یه جستجوی شخصی بوده که به شما رسید. 100% اگه نباشه خب اصلا نمیتونه تعمیم پیدا بکنه در و روی کس دیگه تاثیر بذاره. به خصوص آقای چالنگی، الان فضایی که در ایران حاکمه، من وقتی که خب ما به خاطر کار موسیقی که میکنیم مجبوریم که اصلا خیلی از کار رو حتی اگه علاقه نداشته باشیم، یعنی سلیقه ما نباشه، همه زحمت میکشن ولی گوش میدیم برای اینکه ببینیم چی هست الان، چه چیزی جاریه. حالا نمیدونم محیط ایران باعث شده که یک مریضی عمومی باشه. میبینید کلام اصلا ریشه های موسیقی که در اون کلام هست، نه موسیقی بی کلام، کاملا داره به یک سمت انحطاط میره. کلام پر از نفرت و تلخ و میدونید کلامی هستش که دیگه اصلا اون جستجوها، اون مسائل فرهنگی و مسائل انسانی در اون دیده نمیشه. شاید به علت این که ما بیشتر سراغ این شعرها رفتیم اینه که اونها هم به سراغ ما اومدن. و من اعتقاد دارم وقتی شاملو میگه که هدف فقط باید تنها و تنها باید رستگاری انسان باشه،
و اگر فردی درد توده ها رو ندونه و نشناسه دزدی که با چراغ اومده. من بهش اعتقاد دارم، چون اگر که واقعا روشنفکر واقعی وجود نداشته باشه، از کسی که شنونده موسیقی هست و از کسی که سازنده موسیقی، اینا هر دو با هم گره میخورن. یعنی چه کسی که هنرمنده شاید اون بار مسئولیت براش بیشتره. شما بار مسئولیتتون بیشتر از یک فرد عادیه. آره این مسئولیت رسانه در اختیارتونه. نه این ببینید فرق میکنه. یعنی فرد شما مثلا خود شما مثلا کار روزنامه نگاری کردین، فرق این هستش که مسئولیت چجور تعبیر بشه. خب در این شعری که احمد شاملو گفته بدون هیچ تردیدی، خب ذهنیتی که داشته احمد شاملو دورهای مختلف بود، ما نمیخوایم راجبش بحث بکنیم. این تعریفی است که سوسیالیست های دهه 50-60 از حتی اون موقع از مسئولیت و هنر میده. حالا بگذاریم از این که وقتی آدم میره به طرف این نگاه شاملو، بعد پرسش ها این هست، مولوی چه وجه مشترکی با یه همچین نگاهی داره؟ این پرسش ها رو حتما مطرح میکنیم. حتما. اما بعد از اینکه کاری از گروه همسفران، کاری از لیلا محمدی و بهنام ضیایی افشار عزیز میبینیم و ادامه خواهیم داد. برنامه ویژه از گروه تفسیر خبر شبکه تلویزیونی ایران فردا، لس آنجلس. دیدی که ناسوتی شدم، دیدی که ناسوتی شدم، دامش ندیدم ناگهان، در وی گرفتار آمدم، در وی گرفتار آمدم. تابریزی نظر در کل عالم کی کنی، در کل عالم کی کنی، کندر بیابان فنا، جان و تلف کار آمدم، جان و تلف کار آمدم، اینجا سبک بار آمدم، اینجا سبک بار آمدم. Oh,
شما عزیزان هستیم. شنیدید، مطمئن هستم بسیاری از شما عزیزان حرف و گفته منو درباره کارهای گروه همسفران تایید میکنید و هم نظر هستید و لذت بردید. همین پرسش هست. شما ببینید، برای من همونطور که اشاره کردم یک نوع جستجو هست که میتونه در دنیای معاصر از احمد شاملو باشه یا فروغ فرخزاد باشه یا اخوان باشه، شعرهای دیگه هم هست که دیدم در کاراتون هست، تا وقتی به گذشته میریم مولوی را دمید. خب تمام اینا انجام هم شده به شکلهای مختلف، بسیارشون هم ارزشمند، بسیارشون در همون مقدمات کار و هر چه که هست. اما نکته این خصوصیتی که در کار شما بود یک به قول علما مانیفستاسیون نبود، یعنی این نبود که اعلام و ادعایی که ببینید و این است و جز این نیست، یک پیشنهاده در کارشون که اینجور هم میشه دی، اینجور هم میشه خون، اینجور هم میشه نزدیک شد، اینجور هم میشه شعر کهن رو خون، شعر نور رو خون، همه اینها. خود احمد شاملو اشاره میکنید و زبان خودش، خب من شنیدم یکی از خواننده‌های صاحبنام شعرش رو خونده بود، گفت این که یه توریست اومده فارسی میدونه شعر منو خونده. این حرف ما بودیم به ما زد. درست. عرض کنم خدمتتون، صحبت این هستش که این سادگی، این روونی که در کار شما هست که جنبه شخصی داره، این رو از نظر فنی چطور به دست آوردید؟ همینطوری یک شبه نشستید گفتید اینطوری بخونیم، یا نه کار کردین، زحمت کشیدید، زدید، خوندید، نه درونتون حس کرد که الان اینه، اینو من، چون شعر رو مثلا ممکنه یه لحظه آدم بنویسه. 100% با سالها کار موسیقی رو در کنار کار دیگه انجام دیدم، تو که لیلا جون خب دانشگاهم رفته، ولی همونجور که اکثر ایرانی ها مجبور بودیم که یه رشته اصلی انتخاب بکنیم، ولی موسیقی رو در کنار یا ادبیات در کنار ادامه دادیم و من افتخاری رو داشتم که با استادای خیلی خوب کار موسیقی انجام داده باشم و به صورت حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای، همچنین در ترکیه در آمریکا کار کردم و همین در محضر استاد به قول معروف نشستن خودش کلی تجربه و میدونید اطلاعات به آدم میده. و بعد این کارها البته همینطور، یعنی وقتی شما اون بک‌گراند رو ایجاد کردید که یعنی موسیقی رو شناختید و آدم 100% موسیقی گوش بده، و گوش دادن موسیقی فقط گوش کردن نیست، واقعا informed ear به قول آمریکایی ها، یعنی با دانش به موسیقی گوش دادن خیلی متفاوته تا فقط هم موسیقی گوش کنه. بعد اینا در ایجاد یک بستره‌ای در انسان میکنه که بعداً شما وقتی یه شعر رو میخونید اون ملودی، برای من اینطوره، من وقتی یه وقتا لیلا جون میگه چی شد تو، میگم به من یه دو دقیقه وقت بده بعد اونو بنویسم و میاد برای من وقتی شعر رو میخونم و ملودیشو میتونم، یعنی ملودی به گوش من میرسه که این شعر باید با این صدا بیاد. خود اون زایش چند دقیقه است واقعا، ولی خب پشتش یه بک‌گراندیه که طبیعتا شما باید کار بعد از اون تغییر هم ممکنه در اون ایجاد بشه، ولی 100% به طور به خصوص این همین کار مولانا باز اومدن که من فکر میکنم که خیلی مردم این کارو میپسندن. مثلا من تو درخت بارون اثر شاملو رو شاید بیشتر خیلی کسانی که خودشون کار موسیقی میکنن بهش علاقه دارن. تغییر ممکنه بعدش به وجود بیاد ولی خیلی کمه آقای چالنگی. یعنی من یادمه وقتی که کار باز اومدم و من و بهنام با هم کار میکنیم و من گفتم خب من اینجا صدای دومو میخونم به این شکل میخونم و کار میکردیم، کار همون لحظه، یعنی این خلق اثر همون لحظه اتفاق میفته. مضافم برای که میدونید عشق ماست، یعنی ما واقعا بهش عشق میورزیم برای اینکه بخوایم مثلا این کار رو مثلا انجام بدیم که بفروشیمش یا
مثلا به نوع دیگه، فقط نگاهمون نگاه عشقه. ولی مایل هستید به دست مردم بدید؟ 100%. ما که آقا چون اگه باور کنید سختتو با هنرمندا کار کردن، یعنی حتی خیلی فکر میکنن که ما حتی اون شب که اصلا برنامه من که مزد خواهم نیست، باید کار کمرشیال نیست که وقتی داریم کار میکنیم به کمرشیالیزمش فکر نمیکنیم که آیا میخوایم مثلا این کار انجام بدیم. اونم در نوع خودش مخالف نیست، مخالفی نداره اصلا. اصلا کار برای این خواهم میشه که به گوش آدم رو برسیده بشه. یعنی دارید، یعنی این فهم درسته که کار شما نتیجه وضعیت در شرایط زندگی شما بود به عنوان نسل جدیدی که در ایران بودید و این هست، همونطور که اشاره کردی شعر به طرف شما اومد یا کارها به طرف شما بودید، تو این مسیر تونستید، راحت ترین مسیر بوده برای بیان خودتون. دقیقا، برای موجود. بیان خودمون و بیان واقعیت ها و شاید دغدغه های اجتماعی که بله. وجود داره و باید به سراغش رفت که اینطوری هم میشه فریاد زد. این هم یک وسیله‌ایه که آدم‌ها نگاه ما رو، جهان بینی ما رو و تفکر ما رو متوجه بشن. و باور کنین حتی آقای چونگی، کسانی که خارج از کشور دارن زندگی میکنن، حالا شاید به نوعی مرتبطن و با اونجا بیزنس میکنن، ولی باور کنین بعضی از کارها، مثلا ما وقتی 670 ایم داشتیم برنامه لایو اجرا میکردیم، هنرمندا مایل نیستن مثلا بگن کار شبانه، کار سیاسی، ما این کار انجام نمیدیم. یعنی میترسن، ولی ما این ترس رو با خودمون نداریم. یعنی دقیقاً ما فکر می‌کنیم که این هم یک نگاه دیگری است و باعث میشه که هم نسلان ما ببینن که در این شعرها میشه یه چیزایی رو پیدا کرد، با یک زبونی این رو، با یک لحنی این رو به اونها رسون که خیلی قابل فهمتر و قابل لمستر باشه در حقیقت. اشاره کردن خانم لیلا محمدی به 670، این طول موج رادیوی AM هست در لس آنجلس که به طور 24 ساعته برنامه پخش میکنه و بسیاری از برنامه سازان رادیویی از نسل‌های پیشین و نسل جدید در اون کار میکنه. اشاره ایشون به این برنامه میشنویم و میبینیم کار دیگه ای از گروه همسفران، خانم لیلا محمدی، آقای بهنام ضیایه افشار در گروه همسفران.
خب در کارتون شنیدیم دیدیم بخش ترانه‌ای دیگه کار دیگه از گروه همسفران خانم محمدی و آقای بهنام ضیاءافشار. در کارتون آیا شعر از شعرهای جدید، شعری که حتی منتشر نشده، ترانه‌ای که ساخته بشه، چه خصوصیاتی شما رو جلب میکنه و جذب میکنه برای اینکه اونو انتخاب کنید و بخونید؟ والا همینطور که لیلا جون گفتن، این نه ما هیچ دیسکریمینیشن خاصی نداریم، یعنی جدا نمی کنیم واقعا که این شعر رو بخونیم اینو نخونیم، این نیست. نه یه معیارهایی داریم. 100%. اول شعر باید همینجور که لیلا جون گفتن، شعر شما رو انتخاب میکنه. یعنی یه شعری هست خیلی اشعار زیبا همه می نویسن، خیلی هم کارهای مدرن خوبش هست هم کلاسیکش، ولی بعضی اشعار با بودن که در طول زمان با شما هی بودن و با شما صحبت کردن، بعد این در یه زمانی خودشو نشون میده دوباره و شما رو پیدا میکنه و موسیقی و با و شعر با هم در حقیقت میدونید هماهنگ میشن و شما می نویسید این کار. ضابطه 100% باید شعر یعنی میدونید کاراکتر خود شماست که اون شعر رو انتخاب میکنه، اون چیزی که زیباست به نظر، اون چیزی که شما زیبایی به حساب میارید همون باید در شعر پیدا باشه که شما بتونید از اون شعر استفاده کنید. حالا یه سوال بکنم خیلی کلی صحبت میکنم بسیارم خوب بود. بیننده های ما هم غریب نیستن، بین خود ماست و بینندگان شما مرتب اشاره میکنه و بسیارم خوبه، همونطور که لیلا جون گفتن در همه امور همینه دیگه. ایشون رئیس بنده. نه باور کنید آقای چلنگی تونی. بسیار خوب. بسیار. یعنی به هر حال برعکس اون چیزی که در ایران بود دیگه نیست. به عنوان یک دختر ایرانی مشکلات اساسی چی بود؟ در ایران. مثلا فکر میکنم که زنها در ایران به خاطر شرایط البته خیلی من فکر میکنم مبارزه در زنها خیلی بیشتره. و واقعا یک دوستی در انگلیس به من میگفت لیلا اگر قرار باشه که انقلابی اتفاق بیفته این بار از طرف زنها خواهد بود، چون بیشتر از هر قشر دیگری جامعه مورد اشحاف و ظلم قرار گرفتن. اون چه که مسلمه برای خود من که تجربه کردم نه مسئله حجابه، بلکه حجابو شما وقت از بچگی دنیا میای و همه حجاب دارن عادت میکنید. هم برافاسه بچگی نه، یعنی مظلومی که وقتی که تو این جامعه با این فشار بزرگ میشه میدونی، ولی خیلی سختی های خیلی عمیق تری توی اون جامعه وجود داره. درست. و وقتی لایه لایه بهش نگاه میکنین، قوانین اسلامی، این که اصلا زن واقعا دیگه اون هویت رو نداره. و متاسفانه من وقتی نسل جوانتر رو، یعنی جوانتر از خودم رو میبینم، کسانی که از ایران میان یا بالاخره پرس و جو افراد فامیل، وقتی نگاه میکنم میبینم که خب به هر حال وقتی تو یک جامعه این یک مرض و سرکوب و خفقان وجود داره، آرام آرام میدونین این اثر میکنه به جامعه. و شاید سخت‌ترینش به اعتقاد خود من همین عدم هویت انسانی باشه که هم زنها توش درگیرن و هم مردها. و همین بوده که اشاره هم کردین، اگه بخوام باز کنیم موضوع رو، این هستش که همین هست که در جستجوی هویت هست که شما این به طرف چطور بگم آسمان ادبیاته یا هر چی که اسمش هست، به طرف شعر مولوی گرفته تا احمد شاملو یا کسان دیگه مثل شاملو رفتیم. این جستجو تا چند اندازه جدیه در نسل جوان، نسل شما در ایران تا چند اندازه؟ من جواب بدم روی فیسبوک. من فکر میکنم که کسایی که واقعا به دنبال این باشن که با زبان بین المللی که واقعا زبان موسیقی و بیشترین چیزی که انسانها رو به اون آزادی مطلق نزدیک میکنه، یعنی انسانها خارج از این که چپ باشن راست باشن چه دینی داشته باشن چطور فکر کنن، ممکنه که یک دفعه یک موسیقی رو گوش بدن، موسیقی هر کسی رو، و با اون ارتباط برقرار کنه، با اون ارتباط اونها رو بکشونه به یک فضای دیگه، به یک دنیای دیگه، به یک جهان بینی و تفکر دیگه. من فکر میکنم اگه این فضا باز بشه از طرف انسان‌های بزرگی مثل شما که این نه شما این پلو داری میزنی که باور کنی این پلو میزنی که کسانی که اون طرف هستن
میبینن و میشنون و آرام آرام ارتباط برقرار شد. چون ما حتی در خود همین لس آنجلس آقای چالنگی متاسفانه با این سانسور مواجه هستیم که شاید به خاطر دقیقا همین نوع کلامی که برای شما اینقدر جذاب باشه ولی مشکل دارن، برای اینکه به جای وابسته نیستیم، برای اینکه توی اون باکسی که اینها میخوان نمیریم. خب اونا ممکنه ولی... هر کدومشون معیاری برای خودشون داشته باشن. من وارد این داستان نمیشم. سوال من این هستش، ببینید شما میگین انسان‌ها وجه مشترکی دارن، اما هیتلر علاقمند بسیار شدید بود به موسیقی واگنر. بله واگنر رو بسیار دوست داشت، میشنید حتی حالا گفتن نداره بینندگان ما، شما همه میدونیم هیتلر چه جنایاتی کرد، چه کارهایی کرد. و همین آقای خامنه ای، بله خوبیشون زمانی که یا میزد یا هر چه کاری دیگه ای، اینها بسیار اتفاق میفته. سوال من این هستش، سوال من این هستش، ببین این جستجویی که شما دارید میشدید توی فیسبوک ها جاهای دیگه نشونه هاشو میشدید، چقدر در هم نسلاتون جدی بود؟ یعنی اینی که مد هست رفتن احمد شاملو خوندن، فروغ فرخزاد خوندن، خب بیشتر جنبه درسته چیز، اما هیچ هم بد نیست، هیچ هم اشکال نداره، بعد بالاخره بهتر از عرض کنم کتاب ها یا شعرهایی یا هر چه که هست حتی در همون سن. اما اینکه یک جستجوی عمیقی است، مثلا فرض کنیم میرسه به شعرهایی که حتی پیش از انقلاب چون به طور گسترده مطرح نبوده، مثلا احمد رضا احمدی رو میبینی خیلی از جوان ها رفتن خوندن یا کسان دید. این جستجو چقدر جدیست، چقدر میبینیم دخترها، بسیار دخترهای ایرانی به طرف ساز رفتن، ساز میزنن، زمان ما زیاد نبود. بله درسته، بله ما خدا حفظش کنیم مرجان قنبری بود، ارکستر مجلسی میزد، همایون قطعا همکارشون میدونستن و بقیه رو. الان زیاد این چقدر جدیه، چقدر ناشی از همون جدالیه که اشاره کردیم و برای هم نسلاتون میبینیم این جدیست چه؟ البته من میتونه بگه میتونه جواب خدمتتون عرض کنم که من چون تو ایران نبودم واقعا 20 خورده ساله، نمیدونم جو چطوره و چرا این انگیزه ها چیه. 100% به مال ما خیلی نزدیکه به ما، ولی حس من از ایران و برداشتم اینه که در ایران یه میدونید تمام فعالیت ها کانالیزه شده است، یا یعنی اصلا همه چی دولتیه، یعنی به نظر من هنر ایران دولتی، شما اگه اجازه نگیرید از دولت نمیتونید کار بکنید. و همیشه برای من سوال برانگیز بوده کسایی که میان به صورت انتقادی، به نظر میاد انتقادی هن، ولی اومدن بیرون و اونجا هم فعالیت داشتن، اینجا فعالیت داشتن. همچنین یاد یکی از شعرهای شاملو میافتم ولی نمیگم شک دارم به اون ترانهی که زندانبان و زندانی هر دو با هم زمزمه میکنن. این بیشتر کار ما تو اون زمره نیست، این یعنی هنر باید آزاد باشه. در ایران به خصوص underground من خیلی کاره خیلی خوب میشنم، زیر زمینی بسیار بچه ها میخوان این بندها رو پاره بکنن، همون جستجویی که شما میفرمایید درشون هست، اینو میبینید در 100%. من بچه های ایران رو خیلی درشون امید میبینم و فهم کنم که اینا در نهایت این بندها رو پاره خواهند کرد. من اینو یک بار تعبیر کردم، چون کارهایی حالا من اسم نمیبرم، من بود گرفتاری برای این جوانان نازنین پیش بیاد در ایران به واسطه این حکومت، متاسفانه این تجربه دارم، هر وقت اسم بردیم در ایران گرفتاری برشون پیش اومد، منم به همجال اسم نمیگرم اما این تعبیر رو من به کار بردم و فکر میکنم اگه درست نیست این تعبیر به من خواهید گفت. یعنی عین گلها یا گیاهان که از درون سنگ، نه از کنار سنگ، نه گل سنگ. بله گاهی وقتا تو این کوهستانا، مثلا کوهستان بختیاری ما زیاد داشتیم، همین جا من هست میبینید لای سنگ یک گیاه در مد. یعنی این تعبیر میتونه درست باشه برای هنرمندانی که از درون این شرایط میان. اصلا ایران تاریخش هم همین بوده، ملک‌الشعرای بهار داره مصرعی آنجا که دست طبیعت به خار سنگ، گلها نشانده بی مدد باغبان و کود. ایران اینه، این بوده و تحت این فشارا، این همه فشار و درگیری و گرفتاری، باز هم ایرانی و فرهنگش راهش رو پیدا کرد.
گفتگو میکنیم با خانم لیلا محمدی و آقای بهنام ضیاء افشار از گروه همسفران، دو همصدا، همسران همسرا، همسرایی، ترانه ها، شعرها، اشعار کهن و مدرن، ادبیات مدرن ایران. کار دیگه ای رو میشنویم از لیلا محمدی و بهنام ضیاء افشار. من بهارم تو زمین، من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار، ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه، میونه جنگل و تاغم میکنه. تو بزرگی مثل شب، اگه مهتاب باشه یا بزرگی مثل شب، خود مهتابی تو، اصلا خود مهتابی تو. تازه وقتی بره مهتاب، تازه روزم که بیاد، تو تمیزی مثل شب، نه مثل صبح. شنیدید و دیدید کار دیگری از همسفران، لیلا محمدی و بهنام ضیاء افشار، در برنامه ویژه‌ای از گروه تفسیر خبر که در لس آنجلس در استودیوی تلویزیون پاس، شبکه تلویزیون پاس، این برنامه برای شما عزیزان ضبط شده. ادامه میدیم گفتگومونو برای دقایقی دیگر. خب الان در خارج از کشور، در خارج از ایران هستیم، تا چه اندازه این آزادی کمک میکنه به توسعه و گسترش؟ و من این لغت بالندگی من نمیخوام زیاد استفاده کنم، ولی بالاخره کردیم استفاده کنم. برای کارتون چقدر این امکان بیشتر شده براتون؟ فکر کنم نوبت ایشون بود. نوبت شما. همیشه نوبت خانم ها. تقدم باشه. برای من خب، برای کسی که میتونه اینجا بالاخره کار تکخانی انجام بده، دو این سانسوری که باید کار از وزارت ارشاد تاییدیه بگیره رو نداریم. یعنی ما میتونیم با آزادی کلام رو انتخاب بکنیم و روش کار بکنیم.
از این جهت خیلی کمک کرده. ولی خب میدونی آقای چالنگی در این حال هم خیلی کار سختیه، برای اینکه ما اون مخاطب گسترده رو نداریم، اون جمعیت 78 میلیونی که بالاخره در این 78 میلیون شاید 10 میلیون نفر هم مثل ما فکر کنن و ما رو سپورت کنن که ما بتونیم بیشتر کار کنیم. از این جهت سخته. دومین چطور میتونیم سپورت کنیم، حمایت کنیم؟ ببینیم ما خیلی خوب پروژه های بزرگ داریم، ولی متاسفانه اینجا به دلیل اینکه باید ما خب پول بدیم به نوازنده که بزنه، پول بدیم به استودیو برای اینکه بریم کار رو بخونیم، نوازنده ها بیان بزنن، کار تنظیم بشه، خب این خودش خیلی سخته و ما همیشه خودمون دوتا با وجود اینکه دوتا آدم فرهنگی بودیم و با یک باجت محدود، ولی چون اون هدف بزرگتر رو واقعا بهش نگاه میکردیم، نه به قول شما این جنبه کلیشه که حالا میخوان یه عده بیان یک شعر مثلا مولانا بخونن و برن یا شاملو بخونن که بگن و اون از شاملو خوندن، این هیچ وقت زمینه ذهنی ما نبوده. و خب سخته وقتی دام ریشه هاش وطن خودش نباشه، خیلی سخته که با این چالشی که آدم بیرون از ایران داره برای اینکه باید کار داشته باشه، این زندگی سرمایه داری که اینجا وجود داره و در این حال بعد در کنارش کار هنری کردن، شاید اگه شرایط ایران اینطور نبوده و ما هم در ایران زندگی میکردیم، خیلی شاید این فضای بالندگی به قول شما حتی بیشتر میشد. ولی زندگی غیر سرمایه داری که به مراتب سخت‌تر بود. 100% نه، منظورم اینه که شاید اگه ما نه اصلا اونو منظورم نبود. منظورم که اگه ایران یک شرایط خوبی در ایران وجود داشت، ما شاید فقط میتونستیم به راحتی فقط کار موسیقی رو کنیم. ولی خب به هر حال میدونی ایشون یه کار حرفه‌ای دیگه داره، من کار حرفه‌ای دیگه و در کنارش کار موسیقی رو انجام میدم. ولی اون کار دلتون هست. ادامه میدید. ساپورت رو همون که دوستان وقتی گوش دوستان وقتی گوش میدن انقدر ما کامنت های خوب میگیریم، حتی گاهی شده من تو خیابون مثلا یه وقتا دوستان من نگرم میدارن میگن اون کارتو دیدیم چه خوب بود. این همون برای ما خیلی نامه داریم، اشعاری که برامون میفرستن. خب همین این حرف من همینه. من بیشتر گفتم بهتون، بینندگانم گفتم، بینندگانم اخلاق بنده رو میدونن که تعارف و برای خوشایند مهمان چیزی رو نمیگه، واقعیتیست. یعنی کار شما خب ادعای نیست، خیلی ساده، خیلی روان، خیلی معلومه، پیونده به دل، یک اکسپریمنت در حقیقت، یک موضوع خیلی مهمی رو مطرح میکنه. این جستجوی نسل جوان ایران، کار شما برای آدمی مثل من که از نسل پیشین اومده با تجربیات دیگه، نماینده بسیار دقیقی است از این جستجو. و این خب مهمه. این چه برنامه‌ای دارید که اینو ادامهش بدید، متوقف نشه برای آینده با همه سختی‌هایی که در خارج هست؟ به هر صورت همیشه کار مشکلات خودشو داره، همه جوره مشکل هست، از مشکلات مالی همجوری راجون گفتن تا اون جوری که می‌خوایم نمیشه هیچ وقت. همیشه هم گفتم اینا تمام همیشه برای ما حالت تجربه داره، بیشتر داریم تجربه می‌کنیم که کار اون به اون جایی که می‌خوایم برسونیم و هوپفولی به امید خدا می‌رسونیم به اونجا. و همین که دوستان ما رو ساپورت می‌کنن و هر جا میریم کامنت خوب میگیریم، تا حالا همیشه دوستان الان من مطمئن هستم میلیون ها بیننده حتما از کار دلنشین شما پشت شما به انسانی مثل شما واقعا اینو با یعنی من اینو من هم باید بگم که برای من بهنام واقعا باعث افتخاره که کسی مثل شما کار ما را به کار علاقه داشته باشه. باور کنین شما این پل میزنین که ما بتونیم کار رو ادامه بدیم، برای اینکه وقتی صدای ما رو به گوش مردم میرسونین باعث میشه که این ارتباط برقرار بشه. چطوره که یک کاری در روی یوتیوب گذاشته میشه با یک کلام خیلی ضعیف، موسیقی ضعیف، بدون هیچ محتوای، یک دفعه 4 میلیون هیت میخوره؟ خب همون، برای اینکه کار دقیق. همون هست که اشاره باید به گوش مردم برسه و مردم وقتی حمایت کنن کار اون پویاییشو خواهد داشت. به هر حال ما همچنان داریم کار میکنیم، یک کار خیلی بزرگ داریم روی شعر ننه دریای احمد شاملو که در حقیقت میشه گفت بیشترین نگرانیم، یه آپراته که دوست داریم که به صورت یک تئاتر موزیکال در بیاد و حالا حتما برای خود شما یک روز اینو خواهیم خود. امیدواریم به زودی زود. و اینی که میفهمید باعث سرفرازی ما هست که شما در این برنامه بودید و بدون هیچ تعارف. این هستش که وقتی کسانی هم نسلان ما که در این رشته روزنامه‌نگاری کار رسانه انجام میدادین و یا هرچه در همین زمینه ها، وقتی که این رو هم من به نمایندگی از خیلی از دوستان بگم، خیلی خوشحال میشیم که
خود نقاط بسیار نورانی آدم میبینه در این مسیر هنر، نسل بعد از خودش، دو سه نسل بعد از خود ما خانم ها مقاله میگن و خوشحال کننده است. اونجاست اون تعهد، اون مسئولیتی که میگی وظیفه روزنامه نگاری یا هر چی که هست انجامش موکول میشه به همین که بتونه ارتباطی بین شما و کسانی مثل شما، گروهی مثل شما و بینندگان برقرار کنه. بسیار بسیار سپاسگزاریم، با این امیدواری که در برنامه‌های دیگه با ما باشید. خیلی ما از شما سپاسگزاریم آقای چرنگی. با سپاس دوباره از گروه همسفران و یادی هم و تشکر از همایون خسروی عزیز و بقیه افراد گروه. به پایان این برنامه ویژه تفسیر خبر می‌رسیم. سپاس ویژه نیز داریم از وارتان عزیز که این برنامه رو کارگردانی کردن و تمام امور فنیش و عهده‌دار بودن و سپاسی ویژه نیز از شبکه تلویزیونی پارس در لس آنجلس و آقای مهندس شجره مدیر شبکه. کار دیگری رو در پایان برنامه از گروه همسفران با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و آسماری و تابشان و فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، دلهایتان شاد. بهارم تو زمین، من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار، ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه، میونه جنگل و تاغم میکنه. اگه مهتاب باشه یا نه، تو بزرگی مثل شب، خود مهتابی تو، اصلا خود مهتابی تو. تازه وقتی بره مهتاب، تازه روزم که بیا، تو تمیزی مثل شب، نه مثل صبح. آبم که بشن برف و ریون بشکو، مثل اون قله مغرور و بلندی که ببرای سیاهی و به بادای بدی میخندی. من بهارم تو زمین، من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار.